پس از چانزنی های نفسگیر، تکت های انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و حنیف اطمر بلبی پایانی رسید است. منابع میگویند در تیم انتخاباتی آقای غنی صدارت و ریاست اجرایی وجود ندارد و وی با سرور دانش معاون دومش و صلاح الدین ربانی معاون اول به مبارزات انتخاباتی خواهد رفت. برخی دیدگاه ها نیز وجود دارد که در تکت انتخاباتی آقای غنی معاون سوم نیز است، اما این خبر از سوی رئیس جمهور غنی تایید نشده است. تیکتی تیار ده، صرف معاون اول منی یا مشوره لبعضی ولایتونو قومی مشران سره پاتې ده چې هغه به هم په جریان د دغه نن سبا کې پاینل سی او خپل معاون به اعلان کړي. سرنوشت عبدالرشید دوستم که من حیث بانک رای در انتخابات یاد می شود تا اکنون روشن نیست. معاون جنبش می گوید که به زودی سرنوشت وی روشن خواهد شد. برای امروز و فردا حتما مشخص معلوم میشه که جناب باونسی به اول رهبر حزب جنبش آیا با رئیس جمهور دکتر اشرف غنی میروند یا اینکه با اطمر سب کنار می آید. عبدالله عبدالله نیز تلاش دارد با یک تکت واحد وارد میدان بازی شود، اما در مورد معاونینش هنوز جزئیات در دست نیست. تقاضا از جانب مردم و بزرگان سیاسی وجود دارد که رئیس جمهور خود کاندید کنه در انتخابات پیش رو، اما هنوز تصمیم نهایی نشده. و یک نکته من به صراحت خدمتتان میتونم بگویم که رئیس جمهور اگر کاندید کرد در یک درس یک تکیت خود آمد، در غیر از او به هیچ تکیتی به عنوان معاون نخواهد رفت. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیز ظاهرا با هیچ تکت به توافق نرسیده است. رهبران این حزب تصمیم دارد در تکت واحد حضور یابد. 4-5 تیم انتخاباتی و تکت انتخاباتی مهم شکل خواهد گرفت. حزب اسلامی هم به این نتیجه رسیده که شخص آقای حکمتیار رهبر بزرگوار حزب اسلامی افغانستان کاندید ریاست جمهوری باشد. در کنار این زلمه رسول، نورالحق علومی، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن و سید نورالله جلیلی نامهایشان را در فهرست نامزدان احتمالی ریاست جمهوری ثبت کردند.